به نام خدای یکتا و توانا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم که حال دل همتون خوش، لبای همتون خندون و تن همتون همیشه سالم باشه. یک سوال براتون آوردم از کنکور سراسری 1400 رشته علوم ریاضی فیزیک. از بحث بسیار شیرین و راحت میتونم بگم لگاریتم. بحث شیرین و راحت لگاریتم. خب بریم سراغ سوال، ببینیم چجوری حلش میشه. سوال تو قسمت اولش یه دترمینان به ما داده که ما باید خاصیت دترمینان رو بدونیم. خاصیت دترمینان چیه؟ فاصله ضرب عناصر تو قطر اصلی رو باید منهای فاصله ضرب عناصر رو در قطر فرعی بکنیم. قطر اصلی اینجای ما توی این سوال لوگ 5، یعنی لوگ 5 تو قطر اصلی وجود داره و دو تا لوگ 2 هم توی قطر فرعی داریم. اینا رو با هم ضرب میکنم و از هم کم میکنم. لوگ 5 در لوگ 5 ضرب بشه، خب میشه لوگ 5 به توان 2، یعنی میشه لوگ، من لوگو بچه‌ها میخوام ال بنویسم، لوگ 5 به توان 2 منهای اون دو تا هم در هم ضرب میکنم، قطر فرعی لوگ 2، دو تا لوگ 2 دارم، پس میشه لوگ 2 به توان 2 و ادامش هم که به ما لوگ 3x منهای 2 رو در مبنای 5 دوم به ما داده و شده مساوی با 1. خب ببینید این قسمت اول الان شده در واقع اتحاد مزدوج برای ما. خب این قسمت که ما دو تا عنصر داریم، یه لوگ 5 و لوگ 2 جذر دارن هر دو تاشون و بینشون هم منهاست، پس این اتحاد مزدوج هست. میام سمت راست سمت چپ اتحاد مزدوج رو به کار میگیرم. سمت چپش چی میشه؟ میشه همین دو تا عنصر من، یعنی لوگ 5 و لوگ 2 که دو تا عنصر من هستن رو یه بار با هم اینا رو جمع میکنم، در یه بار اینا رو از هم کم کنم ضرب میکنم، یعنی لوگ 5 منهای لوگ 2. این بود خاصیت اتحاد مزدوج که اینا اینجا من به کار گرفتم و ادامش هم که لوگ 3x منهای 2 بر روی مبنای 5 دوم مساوی با 1 هست. خب اینجا لوگ 5 به اضافه لوگ 2، یه قانون توی لگاریتم داشتیم ما که وقتی که ما دو تا لوگ با مبنای 10 داریم یا با مبنای مساوی داریم، میتونیم اون دو تا مثلا توان رو اینجا این دو تا رو میتونیم در هم دیگه ضرب کنیم، یعنی میشه لوگ 10، 5 دوتا میشه 10 تا، بر مبنا این مبنا که نداریم همیشه بچه ها 10 هست، مبنا 10 هست، ضربش در لوگ اونم که ما بیایم کم اینجا وقتی منها داریم اینجا باید 5 و 2 رو در هم تقسیم بکنیم، یعنی میشه لوگ 5 دوم بازم تو مبنای 10، دوباره اونجا هم که لوگ 3x منهای 2 بر مبنای 5 دوم داریم که مساوی با 1 هست. تا اینجا رو بچه ها داشته باشید. بریم، فقط اینجا یه چیزی بهتون بگم قبل اینکه بریم بعد، این لوگ 10 در مبنای 10 همیشه مساوی با 1 هست، یعنی این میره کنار کلا میشه 1 و در اون عامل ضرب بشه بازم میشه خود اون عامل ها. یعنی الان ما داریم لوگ 5 دوم در مبنای 10 ضربش در لوگ 3x منهای 2 بر مبنای 5 دوم مساوی با 1. خب ادامه بدیم، اینو داشتیم دیگه، یه بار دیگه من اینو اینجا بنویسم، لوگ 5 دوم در لوگ 3x منهای 2 بر مبنای 5 دوم مساوی است با لوگ 1. اون بار بوده 1 دیگه، نه این بوده 1. من یکو میتونم بنویسم چی؟ لوگ 10 بر مبنای 10 بازم میشه 1 دیگه، درسته؟ حالا این لوگ 5 دوم رو چیکار میکنم؟ میبرم اون سمت، یعنی اینجوری میشه، ببینید میشه اینجا این میشه لوگ 10 بر روی لوگ 5 دوم، درسته؟ خب که اینجا ما یه قانونی داشتیم، یعنی اگر ما دو تا لوگ با مبنای یکسان داشته باشیم میتونیم اینا رو توی یه لوگ بنویسیم، یعنی بنویسیم لوگ 10
بر مبنای پنج دوم، تغییر مبنا بهش میگفتیم، قاعده تغییر مبنا بود. یعنی اینجوری بود، اگر لوگ A تو مبنای C داشتیم بر روی لوگ B تو مبنای C، میتونیم اینو بنویسیم لوگ A لوگ A تو مبنای B. این قانون رو داشتیم تو لوگاری و همین قانون رو من اینجا به کار گرفتم براش. خب پس الان شده چی؟ لوگ 10 بر روی در مبنای لوگ 5 دوم. اون سمتم چی داشتم؟ اینجا الان اینو دارم، اینجا اینو دارم دیگه کلا، درسته؟ یعنی لوگ 3 x منهای 2 بر مبنای 5 دوم مساوی شده با لوگ 10 بر مبنای 5 دوم. خب ببینید، وقتی که لوگ A مبنای C مساوی باشه با لوگ B مبنای C، یعنی مبناهاشون یکسان باشه، ما میتونیم بگیم A مساوی با B هست. اینم یه قانونی توی لوگاریتم هست. خب پس ما الان اینجا لوگ 3x منهای 2 داشتیم، اینجوری بود لوگ 3x منهای 2 بر مبنای 5 دوم مساوی شده بود با لوگ 10 در مبنای 5 دوم. در نتیجه ما میتونیم بگیم که 3x منهای 2 مساوی با 10 هست و این معادله رو بچه ها حل کنید، میشه 3x مساوی با 12 و x مساوی به دست میاد با 4. ببینید خیلی راحت ما تونستیم x رو به دست بیاریم. یک سوال کنکور ریاضی رو به همین سادگی تو لوگاریتم طرح شد، اما به همین سادگی میتونیم حل کنیم. شما اینو بخوای حلش کنی باید زیر یه دقیقه حل کنی، چون اصلا کاری نداره. خیلی از بچه‌ها اینا ذهنی هستن. یعنی چه جوری؟ مثلا میگن لوگ 5 لوگ 5 میشه لوگ 5 به توان 2، لوگ 2 میشه لوگ 2 به توان 2. دوباره میگن اینو از قاعده، از قانون اتحاد، در واقع اتحاد مزوای استفاده کردیم و خیلی سر این سوال حل میشه. به همین سادگی یک سال از کنکور سراسری 1400 به همین سادگی حل شد و جواب ما هم که گزینه سوم یعنی 4 به دست اومد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، تونسته باشم که قشنگ این سوال رو براتون جواب داده باشم. اگر هم لذت بردید حمایت کنید از این ویدیوی ما تا ما بتونیم دوباره براتون از این سوالای توپ آموزشای تو بیاد. عاشق همتونم، دوستتون دارم قلبا. تا ویدیو دیگر، بدرود.